شنوا رضا بیدار شدی؟ باشه شمایی که سحرخیزید الان توی آره بابا چرا داد میزنی؟ شهرهای بزرگ و یا آخه صدای رادیو بلنده. توی روستاهای خب رادیو رو کمش کن. در حال عبور و گذر هستید شاید صدای ما رو بشنوید. در دستشویی رو نبستی. سر صبحی چه حواست به همه چی هست؟ حواسم به همه چی نیست، از رو عادت گفتم. چون همیشه یادت میره در دستشویی رو ببندی. نه خیلی داشتی سرک میکشیدی ببینید من دستامو صابون میزنم یا نه. چه خبرت افتادی به جون چای شیرین؟ مگه سنگ توشه؟ سنگم بود تا حالا حل شده بود. پران امروز گیری یا؟ گیر نیستم، نگرانم. نگران چی؟ نگران چای شیرین؟ نه خیر، نگران صابخونه که بهش قول دادی امروز پول پیش خونه رو بهش میدی. خودم باش صحبت میکنم. قبلا دو بار صحبت کردی. آخرین مهلتمون امروز بود که 3 میلیون رو بهش بدیم. یعنی امروز اگه پول بهش ندیم اسبابمون میریزه تو کوچه؟ اگه شب برگشتیم قفل در خونه عوض شد و چی کار میخوای بکنیم؟ ای بابا تو چقدر بدبین شدی پروانه؟ اعصاب ندارم. جور میشه. چجوری؟ در خونه رو میزنم میگم بفرمایین 3 میلیون هر وقت داشتین پس بدین یا از آسمون میفته. امروز میخوام برم سراغ چند تا بچه ها. خب دیروز میرفتی. دیروز رفتم سراغ چند تای دیگه شون. اگه مدیر شرکتم با وام من موافقت کنه حل میشه. بیخیال پروانه، پولدار جماعت میخواست پول بده که پولدار نمیشد. مگه میخواست صدقه بده؟ وام میده، عین پولشو با یکم بیشتر پس میگیره. تو نگران نباش، خودم یک کاریش میکنم. پروانه بودو من تو کوچم. سلام علیکم آقای عزت. سلام آقا رضا. بفهم تو دم در بده. همینجا خوبه. سلامت باشی. آقا رضا. امروز قرار بود اون پول ما رو جور کنیم. آقا عزت شما گفتی پول، ما هم گفتیم چشم. 2-3 دفعه هم بدقول شدم درسته. قول امروز هم دادم یادم هست. اما دیگه نگفتم صبح اول خروس خون. شب که برگشتم رو چشم. یعنی شب برگردم پول حاضره؟ بله ان شاء الله. سلام آقا عزت. سلام آبچی. آقا رضا من آدم پولداری نیستم. بعد کردم پول پیش نگرفته کلید خونه رو بهت دادم. یه قولی دادی و منم روش حساب کردم. دستت تو خرجه، منم دستم تو خرج مخارجه. وضعم خوب نیست. حالا آقا عزت ما از همون پولی که شما میگی در میاریم و خرج میکنیم. پول ما هنوز به قرون و ریاله، چه برسه به تومن. خلاصه کلام آقا رضا، شب چه ساعتی بیام؟ من خودم میام خدمتتون دیگه. شب چه ساعتی میای خونه؟ نو خوبه. من یه رو به نو همینجا وایستدم. زحمت نکشیم، من خودم 8:30 میام در خونه. ببینیم و تعریف کنی. خدافظ شما. خدافظ آبچی. خدافظ. اینم از اول صبحم. اتفاقای بعد پشت سر هم میان. وقتی اولیش بیاد دومیشم تو راهه. دهنت به خیر و نشه یه وقت. اگه به گفته و خیال من بود که الان دنیا گلستان شده بود. بریم. صبر کن. دلخوری یا ناراحت؟ هر کس و ناکسی از راه میرسه، هر چی دلش میخواد بار ما میکنه. ما تنها آدمایی نیستیم که بی پول هستن پروانه. مگه وقتی بدبختی تقسیم شه کمتر به نظر میاد؟ بی خیال جورش میکنم. قرار بود جور بشه تا حالا جور شده بود. خب جور نشه، بلند میشیم میریم یه جای دیگه. رضا من رفتم، برم تا دعوامون نشده. شب با پول میام. آقا عزت رو بگو، خیلی خوشحال میشه. باور نمیکنی نه؟ بس رضا، به اندازه کافی تو زندگیمون چیزای زشت داری. دیگه دروغم بهش اضافه نکن.
سلام خانم هدی. سلام. بفهمین چه؟ دست درد نکنه. آقا صابری اومده؟ آره تو اتاق رئیسه. سلام. سلام. نور به قبرت بباره آقا جون. همونه که شما قدیمی ها عاقل‌تر از ما امروزی ها بودیم. مرغی که انجیر میخوره نوکش کجه. چطوری آقا رضا؟ بد. چرا؟ پدرم در اومده. اجدادم اون پشت صف وایستادن بیان جلو چشام. اول صبحی؟ صابخونه پاشو گذاشته رو خرخرم که الا و الا باید 3 میلیون بهش بدم. خب بلند شو از اونجا. گفتنش آسونه. وقتی اونجا رو اجاره کردیم قرار شد 2 ماه بعد 3 میلیون پول پیش بدیم. مثل برق و باد 2 ماه گذشت. 2 ماه بعدش هم گذشت. حالا هر روز صبح و شب میاد در خونه. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ حسابتی امرو میاد؟ معلوم نیست. از وقتی اینجا رو داره دست پسرش هر وقتی عوض کنی یه سری اینجا میزنه. این پسر چه میدونه بی پولی یعنی چی؟ به این بگی انگار کن با آدم کرولال درد دل کرده باشی. یه زنگ بزن به موبایل آقا ثابتی. خوش برو پیشش. اونم بابای همینه دیگه. ثابتی ساعت خوش و ناخوش داره. ساعتش خوش نباشه برقش همه رو میگیره. بالاخره که باید بهش بگی. تلفنی نمیشه. باید ببینمش. آقا رضا. جلدی خودتو برسون. مگه محمد نمیره؟ اینجا روال داره آقا رضا. مگه نونوایی که زنبیل بذارم؟ منم منتظری مشتریام. سر ساعتم زنگ میزنه. با پسر ثابتی قاطی شدی یادم فروش. کار کمتر، پول بیشتر. تو هم یه ذره آدم حسابش کن، حل میشه. نه کسی از ما تعریف علکی کرده، نه من حاضرم تملق کسی رو بگم. زبونت که تاول نمیزنه. خداحافظ. پیک خواسته بودیم. آقا من کارت اینترنت خواستم. اشتباهی کارت تلفن دادی به هم. من اشتباه دادم. تو چرا گرفتی؟ فکر کردم خودت حواست هست. مرد حسابی تو باید حواست باشه که خریداری. نه خیر تو باید حواست باشه چون این کارت گرونتره. از من خریدی؟ حالا از تو هم نخریده باشم. این که گرونتره. اگه گرونتره واسه چی پسش آوردی؟ چون به دردم نمیخوره. اون بر حساب میکنه؟ نه چقدر میشه؟ 4500. چه خبره؟ قیمتش همینه خانم. خب با آژانس هم که بفرستم همینقدر میشه؟ بیشتر میشه خانم. به نظر من 2 تومن کافیه. نه خیلی خانم نرخ شرکتیه. شرکتتون گرون میگیره نمیخوام ببریش. پس باید پول کنسلیشو بدی. چی؟ کار نکرده پولم میخوای؟ راه افتادم تا اینجا اومدم کار نیست. برو آقا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. خانم صدقه که نمیخوایم بدین. قانونشه. قانونشه؟ اینم قانونش. به سلامت. سلام آقای صابری. سلام خانم، بفرمایید. آقای صابری، مزاحم شدم برای وام که صحبت کردیم. من که حرفی ندارم.
اما مدیر عامل آقای معینیه، ایشون موافقت کنه همین از سوی چکشو میکشم. در حقم برادری میکنی، خیلی مشکل دارم. اگه قرارداد اون آگهی تلویزیونی رو بسته بودی، پورسانتش از مبلغ وام درخواستیت بیشتر بود. دیدین که تا یه تصمیم بگیرن چقدر طول میکشه؟ این نیست، اون تو جلسه هست، داریم بررسی میکنیم. حالا بذار من با معینی صحبت کنم. یعنی امروز تا وقتی بانکا بازن میشه؟ چقدر عجله داری خانم عدی؟ اگه آقای معینی رو راضی کنین، خیلی لطف بزرگی در حقم میکنین. بیا تو، به موقع بود. جوون که بودن؟ اختیار دارین، شما هنوزم جوون هست. سلامت بشید. بفرمایید. دست شما درد نکنه. توی شرکت کار میکردم که یک همکاری داشتیم مثل شما عجول بود. اتفاقا خانومی هم بود که سر همین عجله کردن با شوهرش اختلاف. لعنت به دل سیاه شیطون. سینا پول ندارم. تو هم که ماشالله پول خوره داری. وا، من یه چیزی خرج خودم کردم. دستت تو خرج نی. خوبم هست. اگه بود اینجور نمیگفتی. صبح میری شب میای میبینی همه چی ترگل برگل آماده است. فکر میکنی از اول خودش همطوری بوده. اول صبحی حسل ندارم فاطمه. حسلتو نمیخوام، پول میخوام. چقدر میخوای؟ 17-18 تومن قبضه شده. 10 تومن هم میخوام بر بابا. الله اکبر. چی کار کنم؟ نبرمش دیالیز؟ اگه پسراش گردنشون شکسته خب اونا ببرنش. نمیبرنش، ولش کردن. تو که میدونی چرا نمک به زخمی باشی. بذارم بمیره پیرمرد. کاش نصف اون پیرمرد به فکر این بچه بودی، تو این ماهای انقدر خود کار نمیکشیدی. من حالم خوبه. حالا 10 تومن میخوای چیکار؟ برای آژانس که ببرم بیارمش. ماشاءالله خوش سفرم هستین. خب با اتوبوس برین. پیرمرد دیالیزی رو چطوری کول کنم تا ایستگاه اتوبوس؟ حالا خودم به جهنم. من نمیفهمم. تا بوده پسر جور پدرشو کشیده. نوبت ما که شد پسرها خونه نشین شدن، دخترشون سررسته. اونا هم گرفتاری خودشونو داره. تو که باردار نیستی. خودت هم خونه زندگی نداری. من به همه کارام میرسم. همه از نظر تو حق دارن جز من. سینا پول میدی یا نه؟ قبضه رو خودم میدم. 5 تومن. این ورشو با آژانس میرین، اون ورشو با اتوبوس برمیگردین. هیچی بهت نمیگم. مثلا چی میخوای بگی؟ گناه داره اون پیره مرد. همسنای بابات کسی دیگه تو قبرشونم. داداش نیازمندی ها داری؟ نیازمندی ها جداگونه نمیفروشی. من روزنامه نمیخوام، آگهی هاشو میخوام. باشه، باید با هم بخری. آقا جون، من پول روزنامه رو میدم، آگهی ها رو میبرم. برو آقا، اذیت نکن. تو مگه از مخ تعطیلی؟ همینی که هست، میخوای بخر نمیخوای نخر. اگه اینو میفروختی به کسی که آگهی ها لازم نداره، دو برابر کاسبی میکردی. خودم بلدم چجوری کاسبی کنم. نمیخواد تو یادم بدی. چطوری اسقر آقا؟ سلام مهندس. اینقدر به من گفتی مهندس مهندس که کم خودم هم داره باورم میشه. من به همه میگم مهندس یا دکتر. تو از کجا میفهمه کی مهندس کی دکتر؟ بالاخره فوتوفن کاره. یه دوتا بس سیگار بده. گرون شده. من قیمت پرسیدم، گفتم دوتا بس سیگار بده. 8 تومن. چه خبره؟ گفتم که گرون شده. مگه دیرو تا حالا چه اتفاقی افتاده؟ نون شب که نیست مهندس، نکش. ولکن بابا، تو هم مهندس مهندس. بذار اینجا سیگار رو برای چی برداشتی؟ من که نساختمش مهندس. گرون بدن گرون میفروشم، ارزون بدن ارزون میفروشم. تقصیر تو نیست. همتون یه خورده تمتون زیاده. خاطر جمع باشه. هیچ کی با دل دزدی پولدار نمیشه. ما شدیم دیگه دوز مهندس. به کسی که واسه پولی که در میاره زحمت نمیکشه میگن دوز دیگه. سر من چرا غر میزنی؟ ارزه داری نکش.
بازم خودتی. هزار تومن جمع میکنم آخر میخرمت. امروز چقدر به هم ریخته ای؟ از صبح دارم بچانسی میارم. پروانه، معینی از دستت خیلی شاکیه. واسه چی؟ سر اون قرار داده، خیلی طول کشیده. چیکار کنم؟ مگه دست منه؟ اونا باید تصمیم بگیرن. آخه تو هم رسم و رسوم کارو بلد نیستی. یعنی باید چیکار کنم؟ خب یه خورده به خودت برس. این چی آخه؟ این دختر دبیرستانی هم میگردی. بازاریا باید جلب باشه. جلب بودم که منشی میشدم. باشه طلبت. میری سراغ شرکت سپه؟ خستم کردم به خدا، بس که فسفس میکنم. هزار جور تخفیف براشون جور کردم، بازم دلدل میکنم. زنگ بزن. واسه چی میری؟ زنگ بزنم دست به سرم میکنم، حضوری برم بهتره. الو سلام، علی خودتی؟ رضا تویی؟ گفتم این شماره عجیب غریب مالکی. علی من موبایلم طرفه است. عوامر ببین، من یه خورده پول لازم دارم. چقدر کم داری؟ 3 میلیون. لابد همین امروز هم میخوام. آره به خدا جوری رضا ندارم، اما بعد از ظهر بیا با صاحب مغازه صحبت کن. چند بار سراغتو گرفته، ازت هم تعریف کرده. بیا ببینیم میتونیم ازش قرض بگیریم. قربونت برم علی جون، من جبران میکنم. اما ایشالله که جور بشه. بعد از ظهر منتظرتم. خداحافظ. خداحافظ. بله بفرمید. الو آقا ثابتی؟ آقا سلام. سلام آقا رضا. خیلی انشالله. آقا ثابت شما امروز تشریف میاری؟ کجا؟ دفتر پیک دیگه. آقا رضا قاطی کردی؟ من الان دفتر پیکم دیگه. اه من الان میام آقا ثابتی. جلسه آقایون مدیران ممکنه طول بکشه. باشه صبر میکنم. باید قبلش هماهنگ میکردیم. من الان یه ماهه که هماهنگم. قرار بود امروز تصمیم نهایی رو اعلام کنم. جلسه امروز راجع به همین موضوعه. پس من صبر میکنم. شما تشریف ببرید، من تلفنی بهتون اطلاع میدم. نمیدونم چرا شما ناراحت میشین من منتظر بمونم. ناراحت نمیشم، برای خودتون میگم. خیلی ممنون، شما لطف دارید. آقای مدیر دوست نداره ارباب وجو بی خود تو اداره معطل باشه. چه خوب، پس کار مردم تونتون را میندازیم. نه خیر، اینجا همه کارا مکانیزه است. نامه درخواست، ثبت رایانه‌ای، کد رهگیری، تلفن پاسخگوی 24 ساعته. من انقدر عمر ندارم. خواهش میکنم شما به کارتون برسیم، من مزاحم کسی نیستم. برای خودتون میگم. خیلی خوبه که شما به فکر من هستین، اما الان بهترین کار من دیدن آقای بهمنشه. هر چقدرم طول بکشه مهم نیست. آسابت شرمندم. من اگه امروز 3 تومن به صاحب خونم ندم، جلو پلاس همون میریزه تو کوچه. آقا رضا من 3 تومن ندارم. من رو شما حساب کردم آسابتی. مگه تو نمیدونی ما آدم پولداری نیستم؟ 3 تومن که چیزی نیست. بله وقتی بخوای خرج کنی هیچی نیست، اما وقتی بخوای در بیاری میشه مصیبت عظما. من چیکار کنم آقا ثابتی؟ تا آخر برج وایسا، شاید بتونم 700-800 تومن جور کنم برات. آخه من امروز لازم دارم آقا ثابتی. اینم چون بچه خوبی هستی گفتم آخر برج، وگرنه جواب من معلومه. به من چه؟ مرد حسابی تو، خودت باید هوای کار خودت داشته باشی. گیر کردم آقا ثابتی. همینه شما جوونا بده، تا لحظه آخر امیدوارین یه اتفاق دیگه بیفته، آخرش همون اتفاق اولیه میفته. آقا ثابتی یه کاری واسه ما بکن. برو رضا، من بدم میاد کسی التماسم بکنه. اگه میتونستم نه نمیگفتم که. مگه تو از جیب من خبر داری؟ نه آقا ثابتی. بس برو. آقا رضا برو، مشتری رو معطل نکن، نون ما دست مشتری هاست. آقا
پدر جان چه جور فیلمی میخوای؟ این چیه؟ عشق عاشقیه. نمیخوام، واسه نوه هم میخوام. یه چند تا فیلم بده که به درد بچه ها بخوره. برای بچه ها فیلم جدید نیومده. قدیم و جدیدش مهم نیست. قدیمی دوز عروسک ها و گلنار اینا سیگه. خوبه، همینا رو بده. کارتونم بدم؟ ایرانیه. پدر جان ایران کارتونش کجا بود؟ دوبله است. زیرنویس داره. نوه هم مدرسه نمیرن، نمیتونن بخونن. خوبه دیگه، با هم ببینیم، خود براشون بخون دیگه. بفرمون. باش. سلام آتاجی. سلام. دست دست شما درد کنم. چی شد واسه فکرت بابا؟ یه فسخل مغازه است تا خرخره بروش کردی با آتاشخال. آدم اگه بهشون گیر نکنه از عجایبه. حالا ما چیزی نگفتیم؟ تو مدعی هستی؟ من بیفتم و جاییم بشکنه؟ تو منو میبری بیمارستان و مخارجه هم میدی؟ ماشالله چه جون عزیزی. بابا تو دیگه عمرتو کردی، اینقدر حرص نخور. ازت شکایت میکنم. پدر جان الحمدلله به خیر گذشت، طوریتون هم نشده که. چی رو طوریتون نشد؟ هفت بنده بدنم درد میکنه. درد هفت بندت مال 70 سال سنته بابا جون. ادب که نداری، فقط هیکل گنده کردی. برو پدر جون، برو، خدا شفاعت بده، برو. خجالت نمیکشم. آقا بفرمایید خواهش میکنم. چشم، ما اینا رو از سر رو برمیداریم. بفرمایید. سن که میره بالا عقل میاد پایین. آقا جایش میشکست 6 ماه گرفتار بودیم. اینی که من دیدم 6 سال گرفتارش بود. آقا تاجیک، رضا زنگ زد، پول لازم داره. گفتم بعد از ظهر بیاد مغازه. چه به موقع، خوبه. گفتی کی میاد؟ بعد از ظهر دیگه. بهش گفتی یا نه؟ نه آقا، گفتم خودتون بگین. باشه. سلام استاد. سلام علیکم، بفرما. آقا پرویز نیست؟ همرو تشریف نمیارن، عوامر دیروز ماشین ما رو تعمیر کرد. واسه هم گند زده؟ نه، اتفاقا خیلی تمیز کار کرد. دست گلت کو؟ یه مونده حساب داشتیم. اگه طلب داری برو فردا بیا خودش باشه، اما اگه بدهی داری حتما تو دفتر نوشته. من کسی طلبکار نیست، کلن بدهکاری. حساب چقدر بود؟ 145 تومن. 85 تومن دادم، 60 تومن موند که پنجشنبه بیارم. اما اینجا رد میشدم، گفتم بیام قرضمو بدم برم. فیات که پولوس چه خود کرده بودی؟ آره. پولوس رو خودت خیری آوردی؟ نه، آقا پرویز داد. اینجا نوشته فقط اجرت تعویض که اونم شده 40 تومن. خب 105 تومن هزینه پولوس شد دیگه. این پول شما. شریک هستین؟ بله. یادش رفته بنویسه حتما. آدم یا مینویسه یا نمینویسه. اگه ننویسه یعنی یادش رفته، اما اگه ناقص بنویسه یعنی یادش بوده که نباید بنویسه. خود دانی استاد، ما بدهی داشتیم آوردیم دادیم. خداحافظ. خوش اومدید. فرمو. پیکی؟ هر کلام فهمیدی؟ چقدر میگیری ما رو تو گلو بندک برسونیم؟ پیک هستم، مسافر نمیبرم. کلاس نظر ما رو برسون. این رئیس شرکت ما خیالاتیه. این بسته رو نداد پیک و الا بلا تو باید باش بری. نصف راه رو خطی اومدم، با مترو هم حال ندارم بقیهش رو برم. بیا بری. کلا اضافه نری به ما بدی؟ بیا مال من بذار سره. خودت چی؟ پلیس میگیرتت که. من نمیخوام، مدل موام خراب میشه. بپر. Thank you.
خانم عدی وام خواستن به مبلغ 3,000,000 تومان. بنده خدا انگار کارش گیره. صاحبونش جوابش کرده. هنوز این داستانه بچگونه رو باور میکنی؟ دروغ نمیگفت. وقتی میخوام پول بگیرن هزار جور مثنوی سر هم میکنن. چیکار کنم؟ موافقت میکنه یا نه؟ چه خطش هم خوبه. اما نه. نمیتونیم بدیم. 15 تا بازاریاب داریم. به یکیشون وام بدم بقیهشون هم صف وای میستن. تصمیم با شماست. از کجا معلوم که بتونه پس بده؟ جای پس میده. الان بهش وام بدم برای پس گرفتن وام باید 30 ماه نگرش دارم. تو این 30 ماه اون از ما میخواد که بیمش کنیم تا سنوات داشته باشه. ما هم که امید نداریم تا 30 ماه خودمون تو این دنیا باشی. نه آقای صابری. حوصله درد سر ندارم. حالا این خانم متأهله یا مجرد؟ متأهل. پس اصلا فکر وامشو نکن. چشم. فامیلت که نیست که؟ نه با. اگه ضامنش میشی یه کاری براش بکنم. نه به حرف و حدیثش نمیارزه. فقط دلم بارش سوخت. مرد حسابی ما رو کشتی اینجا رفتی؟ از کار زندگی افتادم که. بابا این حاجیه تا دل و روده این چکو در نیاورد رسید نداد که. 45 دقیقه است منتظرم من. شرمنده. حالا میریم سر شمس الاماره 2 تا فلافل مشتی میزنی، بعد شما منو میرسونی شرکت، بعد اونجا خجالتت در میام. دیگه تو بازار و فلافل فروشی هم زنها کار میکنن. چه اشکالی داره؟ میخوای بری موبایل بخری؟ مغازه دارای زنه. میخوای لباس بخری؟ فروشنده های زنه. دیگه تو این دفاتر شرکت ها دیگه نگو. بی خیال، اما اشکالش چیه خب؟ زن نجیب باید بشینه تو خونه منتظر شوهرش که وقتی اومد یه چایی بذاره جلوش. یعنی هر زنی که بیرون کار بکنه نانجیبه؟ من خوشم نمیاد زنم بیرون کار کنه. خب تو نذار زنت بیرون کار کنه. چیکار به کار زنای مردم داری؟ همه رو کردی نانجیب مرد حسابی. حالا من میگم تو باور نکن. یه ویزیتور تو شرکت ما هست که با حسابدار ریخته رو هم. آقا اینا رو ول میکنی هر روکر به راه. زنه تا میرسه سراغ حسابدار رو میگیره، واسه حسابدار چایی میبری، سراغ زنه رو میگیره. خب که چی؟ به همین دیگه. چرا جواب سلام ما رو نمیده؟ چون من آبدارچیم. حالا چرا با حساب داره ریخته رو هم؟ چون پول دستشه. من این زنها رو خوب میشناسم. بریم بابا دیرمون شد. چرا نخوردیش؟ تو وقت دازاد ما بدبخت رو گرفتاریم بابا. چرا شادی شدی؟ ببین اونجا رو میبینی؟ گوش تا گوش موتوری وایساده. 5 تومن تو بازار آوردمه. 3 تومن هم بابت اینکه منتظرت شدم آوردمت اینجا فلافل بخوری. سر جمع میشه 8 تومن. بده به ما، برو یکی از اون موتوریا رو بگیر برگرد. 1,200 تومن هم فلافل و نوشابه خوردی. 6,800. نه نمیخواد. بیا این 8 تومن فلافل و نوشابه هم مهمون من. مال پیروزه رو بذاریم و اونه هم که مال سه‌شنبه است رو بذاریم اون بر. از خواهد تو که بیشتر از فروشت مرجویی داری. مردم روزنامه نمیخورن به من چه ربطی داره؟ مقصرش منم. حمالش که مال توه. او حالا پول اینا رو اما نمیگیره. آقا جدول تاریخ گذشته داری؟ 3,000. ارزونتر نداری؟ 5,700 اون بر. فرقش چیه؟ خانم اونه مال 2 ماه پیشه، اون یکی مال 4 ماه پیش.
جدول که کهنه نمیشه، از همون ارزون تراش بده ببرم. تاریخ گذشته است، جایزه نداره، مهلتش گذشته. من از این شانسا ندارم برنده مسابقه بشم. کهنه تر بده، ارزون تر باشه. سلام اوستا. علیک. خدا بد نده، یه کله ما رو احضار کردی. خودت به خودت مرخصی میدی، هر وقت دلت خواست میای، نخواستی نمیای. گفته بودم که امروز نمیام. من چیکار داشتی؟ گرفتار زن زندگی. زن ما گیر سپیش داده بود که ببرمش بازار مبل انتخاب کنم. و وضعت خوبه؟ طوری شده اوستا، اونجوری که زنگ زدی و گفتی هر جا هستی خودتو برسون، گفتم و که من خبری شده. واسه این فیات پولوس عوض کردی؟ نوشتم تو دفتر، هرچی نوشتم همونه. پول پولوس رو ننوشتی، فقط اجرتش رو نوشتی. پولوس مال خودم بود، برای همین ننوشتی. مال خودت یعنی چی؟ سر جاز زنت بوده؟ حرف دهنتو بفهم، میگم مال خودم بوده یعنی مال خودم بوده. از کی تا حالا مال خودم و خودت شده؟ وسط مغازه من واسه خودت دکه زدی؟ منظور معلومه، دوز گرفتم. دوز خودتی؟ شریک، اول شریک حق و ناحقه. مادر نزایید کسی که از من بدوسته. بابا تو در میارم. میندازمت به افلاس. دیگه تک تک این زخم و کبودی ها رو ازت میگیرم. قبلا تا قرون آخر همه رو ازم گرفتی، بی خبر ازم دزدیدی. بازم گفت دزد. مگه بابات بهت یاد نداد دزد یعنی چی؟ هر چیزی که مال تو نباشه برداری بفروشی پولشو بذاری تو جیبت میشه دزدی. فهمیدی؟ بازم بهت توضیح بدم. چه خبره؟ شما سر صدا میکنید اینجا کلانتریه. پس تو چیکاره ای؟ چش. ببین ساکتی قربان. هم زده ما رو لتوپار کرده، هم زبونش درازه. زبون دراز شرف داره به دست کرد. ساکت باشید، صداتون در بیاد، جفتتون میفرستم بازداشت کن. پسر پدرم نیستم رضایت بدم. پسر پدر نون بازوشو میخوره، از زندگی بقیه نمیدوزنه. سلام آقای بهمنه. سلام، بفرمایید. خسته نباشید، ممنون از لطفتون، خیلی لطف کردید، ممنونم، زحمت کشیدید از ما، معید باشید، بفرمایید. خانم هدی، شما بفرمایید روابطتون، من میام خدمتتون. من بهشون گفتم قبول نکردن. یه خبر میدادی به من، من نمی اومدم بیرون. اون وقت تا شب میخواست بشینه اینجا، خیلی سمجه. بازاریاب همینه، سیریش نباشن کارشون پیش نمیره. هر جو بهش گفتم از رو نرفت. حالا من یه جوری میگم که کلن از رو بره. ببخشید بدون هماهنگی اومدم، راستش فکر کردم دیگه همه هماهنگی ها تموم شده. خواهش میکنم، بفرمایید. به نتیجه رسیدین؟ قرارداد رو امضا کردین؟ بله. مبارکه. از صبح به دلم افتاده بود که این ماجرا امروز تموم میشه. بله، بالاخره تموم شد. البته ما هم تخفیفای خوبی دادیم. تجارت همینه خانم، چانه زنی و سود. مطمئن باشین این سرمایه گذاری براتون صد برابر بازده خواهد داشت. خانم احدی، شرکت ما دولتیه، چه تبلیغ بکنیم چه نکنیم فرقی برای ما نمیکنه. البته طبق مصوبه هیئت مدیره هر سال مبالغی رو برای تبلیغات و انجام کارهای فرهنگی اختصاص میدیم. تیزرای امسالتون مثل توپ صدا میکنه، بچه‌ها خیلی ایده خوبی براتون دارن. والا البته تیم اجرایی قوی هم داریم. اجازه میدین؟ ببخشید، راستش یه جورایی ذوق کردم. آخه من برای این قرارداد خیلی زحمت کشیدم. عرض میکردم، میدونین ما شرکت دولتی هستیم. امسال هیئت مدیره تصمیم گرفته انجام پروژه های تبلیغی شرکت رو به شرکت تبلیغاتی فرهنگی دولتی واگذار کنه. یعنی چی؟ صرفه‌جویی در هزینه ها. مثلا ما بابت ساخت تیزر پولی پرداخت نمی کنیم. طرف قرارداد با هزینه خودش، البته با نظر ما، تیزرها رو میسازه. آقای بهمنش، من واقعا متاسفم. حسن نیت شما رو درک میکنم، اما همه ما کارمندای یک دولتی، کاری از دست من ساخته نیست. ان شاء الله سال دیگه بخشنامه عوض میشه، من براتون جبران میکنم. سلام.
بله. منم. چی شده؟ این دفعه چی جا گذاشتی؟ با پرویز دوام شده. کتک کاری کردی؟ تا میخورد زدمش. چرا؟ بعد به خدا. تازه فهمیدم تمام این مدت هم مغازه دزدی میکرده. نه. الان تو کلانتری هم. ازم شکایت کرده. اونا هم بردنش پزشک قانونی براش تور درمان تعیین کنن. حالا چی میشه؟ بس صبر کنیم ببینیم پزشک قانونی چی میگه. اونم که مشمرده بازی در آورده. الان میگه برای درد روماتیسم باباشم باید دیه بنویسن. خودت تولید نشده؟ نه. سلام، پس چرا نیومدی؟ حالت خوبه بابا؟ نه، معلومه که خوب نیستم. چرا؟ پرسیدن داره؟ امروز باید برم دیالیز، هنوز نرفته. راستش، زنگ زدم بگم بابا، یه امروز خودت تنها برو. مگه نمیای؟ نه، نمیتونم، گرفتارم. اون چه گرفتاریه که از پدر پیرت واجب تره؟ یه کاری دارم. فهمیدم. اون شوهر تنله شد نمیذاره بیا. گفتم. از اولش هم گفتم لاته و به ما نمیخوری. زنگ بزن یکی از پسرها امروز بیاد دنبالت ببردت. اگه به اونا امید داشتم که به تو رو نمیزدن. شرمنده بابا، امروز نمیتونم بیام. حق داری بابا جون، بابات پیره، زود میمیره، کدا شوهرتو برات نگه داره. برو به اون برس. من امروز نمیرم، میذارم برای فردا. نه آخه وقتت امروزه. خودم یه کاریش میکنم. بابا لج نکن، تو رو خدا. خداحافظ بابا. داداش تا فلسطین چقدر میگیری؟ با موتور نمیشه، حالا هر چقدر میشه. هی شکست کردن خوده. نمیشکنه. بیا بریم. چرا وایسادی؟ شاب سر ابو سیگار بدش میاد. حکه تو حالا خودش سیگاریه که. یه هفته است تو ترکه. بی خیال بابا. دوست دخترش گفته باید ترک کنه. لابد اگه دوست دختره بعدیش معتاد باشه اینم معتاد میشه نه؟ آقا رضا من تازه اومدم، بده محمد بره. محمد کار داره. غیر کار اینجا؟ ایناش به تو ربطی نداره. کس دیگه ای نیست؟ نه خیر. بابام چیکار داشتی؟ از خودش میپرسیدی. از تو میپرسم، تو هم باید جواب بدی. میدونی این بازوم، بازو چپم، پشتش درد میکرد. گفتم بابا دادم قدیمیه بپرسم اینم جوشونده یه چیز سراغ داره. سر به سرش نذار. چیکار کردی براش؟ شدی عزیز دلش؟ هیچ، شدم رابط نامه ها و کادوهای آقا پسر و دوست دخترش. خاک چون سرت کنم. عوضش کمتر میرم، بیشتر میگیرم. دختره کی هست؟ یه گندی مثل خودش. آدم وقتی مزخرفه دیگه فرقی نمیکنه که زن باشه یا من. شما میری بازداشتگاه؟ یعنی چی؟ یعنی چی چی؟ جناب سرور من شاکیم، من دزدی شده. آدم باز عاقل بشه، به زور چیزی حل نمیشه. شما باید میرفتی دادسرا شکایت میکردی، منتظر میموندی ازاریا براتون بیاد،
جناب سلمان دوست حاضر، بوس حاضر، احضار احضاری، برای چیه؟ شاکی میاد کلانتری، میره دادسرا، شکایت میکنه، کتک نمیزنه. اونم زده. پس چرا فقط این کتو کبوک شده؟ جناب سروان، آشا رو پرت کرد تو صورتم. یه سانت پایتر خورده بود، الان یه چشم نداشتم. ساکت باش آقا. یعنی میره خونهش؟ بله، شما هم میری دادسرا. چون پزشکی قانونی یه لیست بلند و بالا از زخم و کبودیش نوشت. جناب سروان، یعنی من میتونم برم؟ از شهر خارج نمیشی. مسافرت نمیری. در دسترس میمونی که هر وقت احضارت کردیم بدو بدو بلنش بیا اینجا. چشم. با اجازه. جناب سروان، من چیکار کنم؟ من آبرو دارم، تا حالا زندون نرفتم. میخواستی دعوا نکنی. قربان دورجون، شما هم بهتون دوز بزنه اعصابتون به هم میریزه. قبول دارم یه خورده تون رفتم، ولی نذارین من برم زندون. زنگ بزن سند بیارن گرو بذارن، بری دادسرا، حتما لازمت میشه. سند چی؟ سند ملک. جواز کسب نمیشه؟ نه خیر، سند مغازه یا سند خونه. تا آخر وقت امروز جور کن، اگر میری بازش کن. خانم پیکه. سلام آقا. سلام خانم. بی زحمت این غذا رو برسونین این آدرس. بله. فقط خوب بستینش دیگه، موتور ها. نه چیزی نداره بریزه، غذای بابامه. فقط بی زحمت زود برسونین. چشم. چقدر میشه؟ 4 تومن. خدمت شما. متاسفانه معینی با وام شما موافقت نکرد. حالا من چی کار کنم آقای صابری؟ شرمنده. شما چرا شرمنده؟ ممنون که زحمت کشیدین. مثلا این روزا روزای خیلی بدیه. 3 ماه رفتم اومدم، آخرش قرارداد دادم به آشنای خودشون. کاش اون قرارداد جور شده بود، اون وقت راحت میشد معینی رو راضی کرد. من چند تا کار دیگه تو دست دارم، این قرارداد رو جبران میکنه، اما ما امروز رو گیر کردیم. با صاحبخونه صحبت کنید، ازش وقت بگیری. آدم دیگه درک میکنه. شما جوونین، وقتی به سن من برسین یاد میگیرین از هیچ کار آدم ها و از هیچ اتفاقی متعجب نشین. چاره ای جز این نداریم. ممنون آقای صابری. ببرم. سلام. سلام. آموینه. سلام خانم عهدی. الان براتون چای میارم. آه، پس دعواتون شده. پس قرارداد پرید. آره. موینی خیلی عصبانیه. که چی؟ شاکی شده اساسی. اگه دست منه؟ قلقش دست منه. یه خورده آروم حرف بزن. همش همش بگو چشم حق با شماست. دو ست لبخندم بزن. یه وعده الکی هم بده. آروم میشه. میخوام نشه 100 سال سیاه. بالاخره رئیسونه. رئیس اتاقشه. رئیس کت شلوارشه. رئیس زندگی من که نیست. از من گفتم بود. بله؟ اینو برمیگردونی میبری همونجا که تحویلش گرفتی. پدر جان منو قاطی دعواتون نکنین، من فقط پیکم. هر کی هستی باش. شما الان عصبانی هستی. عصبانی نیستم، رو به موتم. دور از جون حاج آقا، من که دیگه اینو بر نمیگردونم. کرایش هم اونور دادن. شما دیگه سخت نگیرید دیگه. چقدر گرفتی اینو آوردی؟ 4 تومن. چقدر میگیری منو ببری بیمارستان؟ باید برم دیالیز. موتور امن نیست، چرا با آژانس نمیری؟ دیر شده. نیم ساعت دیگه نوبت همه. چشم، شما اینو ببر بذار یخچال خراب نشه، بعد بیاین من میرسونمتون. هی.
ببخشید من شوهرم زنگ زد. چه کاری بود تو کردی؟ یه مدتی بود از خودم میپرسیدم چرا چرخ مغازه نمیچرخه، چرا هرچی کار میکنم باز هشتمون گرون نوعمونه. نگو موش داشتیم تو مغازه. این راهش بود؟ حداقل که دلم خنک شد. دلت خنک شد؟ مگه نمیگی پزشک قانونی براش طول درمان نوشته؟ آره. خب دیگه الان اون شاکیه، معقول وای میستادی از مغازه بیرونش میکردی، بعد میرفتی شکایت میکردی، خسارتم پس میگرفتی. فاطمه واسه آزاد کردنم سند میخوام. سند از کجا بیاری؟ سند خونه که گیره بانکه، مغازم سرقلفیه، میتونی از بابات سند خونه رو بگیری؟ بابام؟ بابام جونش به خونش وابسته است. ما که نمیخوای خونش رو بالا بکشیم، یه دو هفته سند بذارم من بیام بیرون ببینم چه خاکی میریزم سرم. کس دیگر نداری ازش سند بخوای؟ اگه بود که رو نمیزدم. من میرم بهش میگم، خدا کنه قبول کنه. این همه تر رو خوشگش کردی، نمیخواد یه قدم برای دخترش برداره؟ من اگه کاری هم کردم انتظار تلافی نداشتم و ندارم. میدونم بابا کینه ایه، اون دفعه که با هم بگو مگو کردین هنو کینهشو به دل داره. حالا تو برو بگو ببین چی میشه. اون وقت فکر میکنه تمام این مدت من چشمم به مال و اموالش بوده. زود تموم شد حاجی. بس که توفکار هستن، یه آزمایش حرکی ازم گرفت گفت برم سه روز دیگه بیام. آدم تو جوانی بمیره بهتر از اینه که پیر بشه و همه منتظر مردنش باشه. برمیگردیم خونه تون؟ آره، اما تاکسی میگیرم. چقدر بدن؟ هرچی کرمتونه. قابل نداره. دو تومن بسه. قابل شما رو نداره حاج آقا، ولی من یه پاکت کوچیک بیارم نیم ساعتم معطل بشم بیشتر از 5 تومن میشه. اینم 3 تومن. بگیر بگیر بگو خدا برکت بده دیگه. خانم شعورشو داره بردی، هی امروز و فردا کردی، چند ماه ما رو معطل کردی، حالا اومدی میگی قرارداد جور نشد. من که گفتم اگه کانالی دارین استفاده کنیم. اگه قرار باشه کانال بزنیم ویزیتور میخوام چیکار کلکی درصدی هم به اون بدیم؟ اداره دولتی آشنا میخواد. خانم احدی شما باید آشنا داشته باشی، نه من. 3 ماه ما رو بازی دادی، نشوندیم به امید یه قرارداد، حالا اومدی میگی آی موینی قرارداد جور نشد، حالا میخوای چیکار کنی؟ من چیکار باید میکردم؟ بعضی وقتا نمیشه. یه بار، دو بار، یه هفته، یه ماه، نه 3 ماه. مگه تو این 3 ماه از شما حقوق گرفتم؟ قرار نبود حقوق بگیری که حالا سر من منت میذاری. از اولش هم پول سانتی بودی. خب من که از شما پول نخواستم. اه؟ پول نخواست. این چیه؟ این پول خواستن نیست خانم؟ وام خواستم. اه؟ وام خواستی؟ رو چه مبنایی؟ از کجا میخوای پس بدی؟ 3 ماه نتونستی 2000 قرارداد با شرکت جور کنی، حالا از من 3 تومن دستخوش میخوای؟ شما که ندادین چرا منت میذاری؟ من گوشام درازه، معلومه که نمیدم. بفرمایید خانم، بفرمایید از فردام نمیخواد تشریف بیاری. یعنی چی؟ یعنی بی خود تو این دفتر میز اشغال نکنید. هزینه تلفن نمیخوام بدم، قند و چای بی خود نمیخوام بدم. بفرمایید منزلتون، هر وقت یه قرارداد خوب بستین تشریف بیارین. بفرمایید. چند ماهشه؟ 7 ماه. دختره یا پسر؟ نمیدونم. خب برو سونوگرافی.
نمیخوام بدونم. چرا؟ خب بدونی خوبیش اینه که میفهمی لباس پسرونه براش بخری یا دخترونه. برای بچه چه فرقی میکنه چی تنش باشه؟ آدم وقتی بچه از همه چی آسون‌تره. لااقل برو سونوگرافی که بتونی براش اسم انتخاب کنی. انتخاب کردم، دوتا اسم، یه دختر یه پسر. باباش چی میگه؟ به باباش نگفتم. باباها که قرار نیست بچه ها رو صدا کنن، صبر میکنن بچه بگه بابا، اونا بگن جونم. مادرهای بدبخت از صبح تا شب باید داد بزنن. سلام گل پسر. دیر کردم؟ نه بابا، آقا تاجی که این بغله، این چایی رو بخوری من میرم صداش میکنم. برنامه چیه؟ برنامه هیچی، آدم بدا رو میکشیم، آدم خوبا رو نجات میدیم. مسخره. علی بعد جوری گیر کردم. تقصیر خودته. تقصیر خودمه؟ روزی چقدر کار میکنی؟ رو شانس باشم بارون نباشه 40 تومن. چقدرش خرج موتورت میکنی؟ تقریباً هیچی، به غیر از پول بنزینش البته. میخوای روزی 5-6 برابر بهترین روز درآمد داشته باشی؟ معلومه، اما نمیشه. میشه. من واسط یه کاری سراغ دارم. همین کاری که میکنی، اما درآمدت چندین برابره. آینده و تاریخت هم عوض میشه. به فکر آینده نیستم. من تو زندگی سختی زیاد کشیدم علی. نمیخوام پیشرفت کنم. همین که هستم خوبم. بدتر از این نشم، نمیخوام بهتر بشم. حالا که بدتری. من امشب پول لازم دارم علی. اون که حله، بذار آقا تاجیکو صدا کنم. سلام، رضا اومده، خوب پختمش. بهش گفتی میخوام چیکار کنم؟ یه گوشهشو گفتم. کدوم گوشهشو؟ همون گوشه که پول توشه دیگه. رامیه دنا مجبور. آقا دستش به جایی بند نیست، حیوانی خیلی آویزونه. گیرش چقدی هست؟ یه 3 تومانی باید تا شب بری دست صاحب خونش. عمرم بتونه جور کنه. بچه خوبی آقا، خیلی زحمت کشه، آدم درستی هم هست. آدم درست با تو چه رفاقتی داره؟ دست شما درد نکنه آقا، بچه معلم و سربازی هم با هم رفتیم. عقل داشته باشه کمکش میکنم. دست شما درد نکنه آقا. تو کارت همونی که تا الان بوده، پیک هستی، پیک هم میمونی. حتی لازم نیست از دفتر پیک کلان داری کار میکنی بیای بیرون. منتها روزی 7 یا 8 بار میای برای ما بسته میبری و تحویل میدی و برمیگردی، بدون برگشت، بدون دردسر، بدون چونه. کرایه‌اش هم ما دوبله و سوبله و چوبله بهت میدیم. بسته چی؟ مگه الان بسته تحویل میگیری؟ ازشون میپرسی که چی توشه؟ خودشون میگن، حتی چک و پول نقد هم ممکنه ببریم. به هر حال میدونیم چی میبریم. باشه، فکر کن که سی دی فیلم بری واسه یه مش آدم تنهای ننه مرده که از تنهایی لالمونی گرفتن. این میشه خلاف. زندونی داره، اسارت داره، بدنامی داره. پس مشکلت قیمته. هم میتونم باهات فیکس حساب کنم، هم میتونم درصدی بهت بدم. میل خودته. علی میگفت روزی 30-40 تومن کار میکنی. از 30 روز ما 4 تا جمعه ازش کم کن، 4 تا هم پنجشنبه، نصف حساب کن، میشه 6 روز در ماه. اگه بیشتر نباشه یه روزم در ماه تعطیلی بهش میخوره، میشه 7 روز. 23 تا 40 تومن میشه 920 تومن. امکان نداره بیشتر از 800 تومن گیرت بیاد با خرج و مخارج بنزین که ازش کم بکنی. درسته؟ بله تقریبا. من 2 برابرش بهت میدم. روزی 60 تومن، 7 روز هفته، 30 روز در ماه، میکنه به عبارتی 1,800,000. صابخونت چقدر پول خواسته؟ 3 تومن. یعنی اگه 2 ماه و نیم کار کنی بیشتر از اون در آوردی.
صابخونه تا امشب بهم وقت داده. شناسنامه خودت و زنتو با یه سفته 5 میلیونی بیار، چکش هم الان برات بکشم. خداحافظ. چی شد آقا رضا؟ میرم شناسنامه ها رو بیارم. خداحافظ. علی برس بهش، مثل که آقا ترش کرد. ببین اگه میاد چرپترش کن، اگه نمیاد مطمئن شو که دهن لقی نکنه. بپر. چشم آقا. چی شد رضا؟ خاکتون سرت کنم. چرا؟ گفتم بی پولم. گفتم صابخونم جوابم کرده. یادم نمیاد گفته باشم میخوام برم تو کار قاچاق. کی حرف از قاچاق زد؟ تو اسمشو بذار سی دی. جنس توش هم عوض میشه؟ ناکس بلدی ها. خیلی بیشترش هم بلدم. از این پولا نمیخورم علی آقا. هر ده حسابی کارت گیره. این مرام بازیه چیه؟ ما تو مراممون اعتیاد نیست علی آقا. خیلی خوب. عجله نکن. هر چی امروز شنیدی فراموش کن. به کسی هم چیزی نگو. من خودم یک و نیم دارم. تا فردا صبر کن. از با این بکشم بیرون صبح بدم بهت. داری بهم باج میدی که به کسی بروز ندم و مثلا نمکگیرتونم بشم. آره؟ رضا تو دیگه خیلی بد میدی. منم علی. اه؟ تو علی هستی؟ این پولا خوردن نداره علی آقا. خر نشو رضا. اگه این خریت من از اولش هم خر بودم. دایم یادته همون که جوون مرگ شد؟ خدا بیامرزتش. آره. دایم همیشه میگفت تو زندگی هیچ چی بد نیست. همه چی خوبه. فقط اسیری بده که برده و بنده بشی. تو بگو برده پول. برده برده است دیگه. مزخرف نگو رضا. من همینم علی. مزخرف میگم. گردنمو کج میکنم چون پول ندارم. مثل سگ پاسوخته میدوام اما حاضر نیستم برم تو کار خلاف. فکرم نکن دارم قهرمان بازی در میارم. من دارم زندگیمو میکنم علی. تو راجع به من چی فکر کردی علی؟ منو آوردی پیش یه قرمدنگی که شناسنامه خودم و زنمو گرو بذارم براش قاچاق ببرم؟ الو. سلام رضا، چی کار کردی؟ از صبح دعا میکردم بهم زنگ نزنی. منم زنگ نزنم، شب صابخونه جلوی در وایستاده. از اون نمیترسم، از تو میترسم. از من؟ جواب اونو یه کاریش میکنم، بیشتر از تو خجالت میکشم. رضا جانم، اون قرارداد جور نشد، مدیرمون دعوام کرد. غلط کرده؟ مگه بدهکار بودی بهش؟ یعنی در واقع اخراجم کرد. مهم نیست، فدای سرت. برای یه آدم با عرضه چیزی که زیاده کاره. رضا میتونی بیای دنبالم؟ کجایی؟ الان تو پارک نزدیک شرکتم، اما دارم میرم وسایلمو جمع کنم. مثل برد میام. قصه نخور. هرچی بدی قرار بود توی سال اتفاق بیفته همش همین امروز اتفاق افتاد. بهش فکر نکن. زود میام دنبالت. خداحافظ. اینجا چی کار میکنی؟ سلام بابا، اومدم ببینم حالت خوبه. هنوز نمرده. بیمارستان رفتی؟ آره. امروز نمیتونستم بیام. حالا که تونستی اومدی. بالاخره با کی رفتی بیمارستان؟ با همون پیک موتوری که غذا آورده بود. ای بابا. حالا چی شد؟ یاد ما کردی؟ بابا یه بار نتونستم بیام. آدمیزادم فقط یه بار میمیره. دور از جون. چرا دور از جون؟ مگه اسرائیل آلزایمر گرفته؟ یه روز سراغ منم میاد. اسرائیل یه روز سراغ همه میاد، فقط آدم نباید بره استقبالش. چی شده؟ سینا زندانه. واسه چی؟ دعوا کرده. گفتم که لات و لوته. شریکش از مغازه دزدی میکرده، دعواشون شده با هم. ای بی اصل و نسب. برای آزادیش سند میخوام. سند مغازه‌شو بذار. مغازه که مال خودش نیست. مگه نگفتی مغازه رو خریده؟ دروغ گفتم. با شریکش اجاره کردن با هم. مثلا خواستی منو گول بزنی که بگی آدم با عرضه ایه. آدم خوبیه بابا، بی عرضه هم نیست. حالا میخوای چیکار بکنی؟
سند خونه تو بذار آزاد بشه تا دو سه هفته. نمیتونم بابا، اینقدر کینه ای نباش تو رو خدا، ازش خوشم نمیاد. به خاطر من بابا. گفتم که نمیتونم. آخه چرا؟ سند خونه گروه بانکه، واسه برادرت گروه گذاشتم تا وام بگیره. گفته که باهاشون قهری. پول لازم داشت، کارش لنگ بود. اون وقت ماهی یه بارم بهت سر نمیزنه، نشد یه بار ببرت دکتر یا بیمارستان. شده تا حالا حالتو بپرسه؟ خودم هفته ای دو سه بار زنگ میزنم، از حال احوالشونم خبر دارم. بابا اونا باید به تو زنگ بزنن. پسرامم، غریبه که نیستن. نه خیر، غریبه منم. تمام رسیدگی و زحمت رو انداختن گردن من. گردنم خورد، وظیفمه. تو هم پنهونی هرچی داشتی و نداشتی وقف اونا کردی؟ مگه تو چشم دنبال مال و اموال منی؟ خدا کورم کنه اگه چشمم دنبال یه پوشال خشک از این خونه باشه. پس چی میگی؟ هیچی نمیگه. این چیه؟ داشتم میرفتم خونه عباس، واسه بچه ها گرفتم. چه خوش معامله ای بابا، دست درد نکن. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچ، میخوام بشینم به حال خودم گریه کنم. دستمزد من این نبود بابا. پسرها گرفتار زندگی خودشون هستن، نری سراغ عباس اون یکی. امید به بابام ندارم، امید به برادرام داشته باشم. یه وقت زنگ نزنی از اونا سند ملک بخوای. من از هیچکی هیچی نمیخوام. سفر بد اخلاق ما؟ تو اینجا کار میکنی؟ آره، برای پیک به زنگ زدن؟ منشی اونجاست. ببین اون زنه بود که گفتی با حساب دارتون ریخته رو هم هست؟ ای شیطون، نه به اون خود گرفتنت، نه به این سلام علیکت. بله هست. میدونی اون کیه؟ دقیق، من این زنها رو خوب میشناسم. نمیشناسیش؟ اینجا محل آبرومندیه. حرف نزن آقا، آبرو داشتی چهار تا آدم آبرومند دور خودت جمع میکردی. حرف دهنه تو بفهم، من الان زنگ میزنم صدا در. تو نزنی من زنگ میزنم. من بسه میکنم، این شرکت رو سر اینو خراب میکنم. زنت اخراج شده چون به درد کار شرکت ما نمیخورد. این دعوا داره؟ حسابدارتون اینه؟ با تو هم؟ بله آقا، ایشون آقای صابری مدیر حسابداری شرکت ما هستن. رضا تو رو خدا یه کلمه بگو چی شده؟ من میگم چی شده خانم، بی خود نقش بازی نکن. زنگ زدی به شوهرت گفتی اخراج شدی، اونم اومده اینجا آبرو ریزی را بندازه. این آبدارچی نفله میگه تو با این آقا رابطه داری. گوه خورده. آقای محترم این چه حرفیه؟ همسر شما خانم محترمی هستن، سابقه و کار منم که 100% معلومه. تو به این آقا چی گفتی؟ میگه چون این خانم جواب سلام اونو نمیده و مرتب میاد تو اتاق شما. الله اکبر، تو این مزخرفا رو باور میکنی؟ باور نمیکنم، اما اجازه نمیدم هر مریضی به تو تهمت بزنه. خانم احدی چند روز مرتب میان اتاق من برای اون قضیه وامشون. همین آقا عبی، تو چی گفتی به این آقا؟ هیچی به خدا، دروغ میگه. دروغ میگم؟ اگه جرأت داری یه بار دیگه بگو دروغ میگم.
دیگه. آقا عبیب از فردا نمیخواد بیای، تو اخراجی. ماشاءالله امروز دست به اخراجتون خوب شده. پاشو بریم، پاشو، پاشو. آقای من رضا هستم، بفرمایید. آقا رضا شما گذشت کنی، این یه سوء تفاهمه که یه ذهن بیمار ساختتش. من زنمو میشناسم، لازمم نیست کسی برای من توضیح بده، اما شما فقط مدیر میزتون نیستید، آبروی آدمها رو هم باید حفظ کنید. همون تو خیابون اگه این بابا زهر میزد میزدمش، اون وقت میفهمید که پشت سر زن مردم نباید حرف بزنه. خانم عدی، اونی که گفتم شما فردا نیان و جدی نگیری. جدی میگیره، شما به فکر یه ویزیتور دیگه باشین. بریم. رضا عصبانی نباش، مرتی که یه غلط زیادی کرد تو هم جوابشو دادی. رضا به من نگاه کن. رضا داری گریه میکنی؟ گریه نکنم چیکار کنم پروانه؟ رضا تو رو خدا گریه کمه پروانه، آدم باید دخ کنه، زمین زیر پاش باید دم با کنه بره تو تا جهنم. آقا معدنی داریم؟ خونکش 50 تومن گرونتره. خونک نمیخوام، فقط خونک دارم. تشنم نیست. صورتتو بشور. چرا اخمات تو همه؟ پرسیدن داره؟ قبول، من کار بدی کردم، ولی عوضش دزد مغازه رو گرفتم. از این به بعد ببین چقدر از اون فرق کنه. خدا کنه. چطور بابات راضی شد سند رو بده؟ راضی نشد. به زور گرفتی، اونم تو. به حاج خانم زن همسایه گفتم، اونم به شوهرش گفت، اونم یکی رو میشناخت که پول لازم داشت، قرار شد یه تومن بگیره سندشو بده. چک یه تومن هم شوهر هاش خانم داده. رسیدیم خونه باید چکشو بهش بده که بنده خدا خیالش راحت باشه. تاریخ چک هم 3 روز دیگه است، بعد پول جور کنی بریزیم به حساب. مردم و زنده شدم تا قضیه سندو گفتم به هاش خانم. وقتی سندو گرفتم خدا میدونه اون لحظه مرگم از خدا میخواستم. صبر کن، صبر کن. بچه صبر کنم. بابا چرا سندش نداد؟ گروه بانک بود برای وام گرفتن عباس. اذیت شدی؟ آره خیلی عرضه به خرج دادی، تلافی میکنم. نگران چکوی تومن هم نباش، همین فردا صبح پول نقد میدم بهش. یه چیزی بگو، چرا گریه میکنی؟ هر بی کسی خودم. یه بریم خسته نخور، لابد نهارم نخوری تا حالا. چیزی از گلون پایین نمیرد. امروز از صبحش بد شد. نه خوب بود، خیلی خوب بود.
امروز شبیه اولین روزی شده که دیدمت. یعنی این شکلی بودم که گولت زدم؟ خوب کردی، پشیمون نیستم. به نظرت آبدارچیه رو به اندازه کافی زدم؟ یعنی اونقدی که لازم داشت زدمش؟ فکر کنم. بسه میخورم چرا دستی، پایی، انگشتی ازش نشکست؟ رضا فراموشش کن. باش، فراموش. به همین راحتی؟ آره، به همین راحتی. دوست ندارم دیگه اونجا کار کنی. خدا رو شکر که نگفتی دوست ندارم اصلا کار کنی. آدمی بی پول بی غیرت هم میشه. چه ربطی به غیرت داره؟ زندگیمون نمیچرخه پروانه. کار میکنیم، پول در میاریم، اما به هیچ جامون نمیرسه. سالمیم، غذا میخوریم، با هم دعوا میکنیم، با هم خوشحال میشیم، اما باز سر دلمون غمگینه. به خاطر بیپولی هم نیستا. بیپولی آدمو پیر میکنه، غمگین نمیکنه. خیلی ها هستن که مشکل دارن. مال ما خیلی طولانی شده. درست میشه. بعد من تو رو دلداری بدم تو منو دعوا کنی. واسه بیپولی که آدمو دعوا نمیکنن. چی بگم؟ جواب صابخونه رو چی میخواییم بدی؟ این حقیقت. این که حقیقت نمیخواد، پول میخواد. حقیقت اینه که ما پول نداریم. اگه اون پول بخواد ما باید بلند شیم و بریم. حداقل یه ما طول میکشه تا ما بلند شیم. یه ما هم طول میکشه تا اون مستاجر جدید پیدا کنه. رو هم رفته میشه دو ما. خب اگه بتونه دو ما صبر کنه ما میتونیم پولش رو جور کنیم. من بودم قبول میکردم. پس تو هم آدم بیچاره ای هست. سلام آقای ثابتی. الان؟ چشم، زود میام. خداحافظ. چی کاره داشت؟ میگه الان برم پیشش. مگه پرک ساعت 5 تعطیل نمیشه؟ چه میدونم، لابد خورده فرمایش داره دیگه. رئیسه. رضا نرو. نرم؟ کارو از دست بدیم از گشنگی میمیری. پس من میرم خونه. خوش تو رو برسونم بعد میرم. من با اتوبوس میرم. تو هم زودتر باره که زودتر برگردی. تو من برسم این شامی درست کنم. باش. خدا حافظ. از شما درد نکن، اینم ببر. خودت هم بخور. دارم میخورم. به فکر خودت باش، به فکر بچه باش. سینا امروز دلم شکست خیلی. میدونم. به خاطر تو نه، زندگی دیگه پیش میره. به خاطر بابا. یعنی از فردا این فاطمه یه فاطمه دیگه هست؟ نه، پدرم چه کارش کنم؟ دوباره میشم همون آدم ساده دیروزی. اما دلم شکسته. درست میشه. سینا پدر مادر رو نباید بین بچه هاشون فرق بذاره. تا بوده همین بوده. سینا بیا برای بچه هامون مثل پدر مادر همون نباشی. من یه قرار چند تا بچه داشته باشه؟ یه دوتا که حقمونه.
دیر وقت آقای صابری، نمیخوای بری خونت؟ من به دیر رفتن عادت دارم. امروز روز خیلی گندی بود. برای منم خوب نبود، اما خوب بود. با این آب دارشیه شکار کنیم؟ به حال من فرقی نمیکنه. من هم همینو میگم. پیش خودم گفتم اگه برای تو فرقی نداشته باشه بمونه و به کارش ادامه بده. حالا یه حرف لقی زده شده، اصلا هم معلوم نیست مرد راست گفته باشه. الان پیدا کردن یه آبدارچی همین خیلی طول میکشه. عرض کردم که برای من فرقی نمیکنه، چون من فردا نمیام. نه نه، اگه قرار به انتخاب باشه که اونو بیرون میکنم، تو به کارت برس. نه آقای معینی، تو این همه سال من نذاشتم هیچ ماجرای به سمتریم هم نزدیک بشه. حالا نمیتونم قبول کنم که یه نفر زیر دماغم واسم قصه جور کنه. از فردا میگم نیاد. جواب آبروی ریخته خانم احدی رو چی میدی؟ ای بابا، چه ربطی به آبرو داره صابری جان؟ وقتی پشت موتور واسه پیک قصه تعریف میکنه مطمئن باش که این چرندیاتو واسه هر کس و ناکسی هم گفته. حالا گفته باشه، مگه راست گفته؟ تهمت عین دوده میمونه، به این آسونی ها پاک نمیشه. میخوایی زنگ بزنیم به خانم احدی اون وامی که درخواست کرده بود و بهش بدیم تا ازش دلجویی کرده باشیم؟ یه ذره غیرت داشته باشن قبول نمیکنن، نه اون نه شوهرش. پس این مشکل چجوری حل میشه؟ توی شرکت تو با آبروی ما بازی شده. توی اداره و شرکت زیر مجموع شکل مدیر میشن. مدیر شجاع کارمنداش هم شجاع میشن، مدیر فاسد زیر مجموعش هم فاسد میشن. آقا دست شما درد نکنه، حالا ما شدیم فاسد؟ اگه خانم احدی مطلقه بود، بیوه بود، دختر جوون شل و یلهی بود، بازم با وامش مخالفت میکردی؟ اون یه داستان دیگه از صابری جان. دفاتر تنظیم میکنم، حسابارم ردیف میکنم، من از فردا نمیام. مشکلی داشتین زنگ بزنین حلش میکنم. من ممکنه امشب تا صبح بمونم، اما صبح قبل از اومدن همه میرم. شب شما بخیر. جوون که بودم دو سال مدام بدشانسی آوردم. تو هیچ خونه دو ماه بیشتر دوام نمی آوردیم، یا صاحب خونه می مرد یا اینکه میخواست به سرشو دوماد کنه. سر اسباب کشی ذلتی کشیدم که نگو. اما خدا بزرگه، بعد اوضاع آروم شد. بیا یکونیم پوله اینو ببر بده به صاحب خونه‌ت تا فعلا دهنش بسته بشه، بقیه‌اش هم تا سر برج جور میکنیم میدیم بهش انشالله. شرمندم آقا ثابتی، خیلی آقایی کردی. بچه خوبی هستی، سرت تو کار خودته. تو این شهر هوای آدمای خوبو نداشته باشی شهر قورت چون میده. برو به زندگیت برس. جبران میکنم آقا ثابتی، نمیدونین امروز چی بهم گذشت. میدونم، به بچه های دفتر چیزی نگو، مخصوصا پسر خودم. چشم. وقتی تنهایی، وقتی بیپولی، وقتی مریضی، وقتی ناامیدی صبر داشته باش، عجله نکن. خدا بزرگه، یهایی میندازه تو دل مثل منی. برو به زندگیت برس. خیلی ممنون، خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
الو پروانه،